برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. سلام گرم من به شما عزیزان، به شما هموطنان عزیزم که از هر کجای دنیا دارید برنامه ما رو میبینید. حتما وقتی زنگ زدید بگید از کجا زنگ میزنید. امیدوارم خوب باشید و زندگی به کامتون، و اگر زندگی کاملا به کام شما نیست، اونجوری که میخواید نیست، بپذیرید که هست اونچه که هست و شما زیاد قدرت ندارید که خیلی چیزا رو عوض کنید. فقط میتونید بهترین بهره رو از اون چیزای خوبی که دارید ببرید و اون چیزهایی رو که ندارید رو بپذیرید. شاید قرار نیست الان داشته باشم. بین عشق و همیشه میگن عشق یک طرفه و مرزش عشق و نفرته، در صورتی که اینطوری نیست. اینجا عشقه، اینجا محبته، اینجا خواستنه و این طرفش ترس هاست. زمانی که ما عشق نداریم به زندگی، به خودمون، به اطرافیانمون، ترس داریم و ترس ایمان به شر است و شرها و چیزهای ناشایسته و اینکه خوب نیست برای ما به وجود میاد. اینجایی که عشق داریم، ایمان به خیر داریم، حرفای خیلی خوب و زندگی خوبی برامون به وجود میاد. خب بیشتر راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد در طول برنامه. اگر پرسشی دارید در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، چون بیشتر موارد راجع به خود ماست مسائلمون و اطرافیانمون هم هست، میتونید زنگ بزنید و تلفن هم اونجا گذاشتند، 407-77-70 و من در خدمتون هستم. اگر شما داروی مصرف میکنین شبانه و عادت کردید به داروی خواب، میتونید زنگ بزنید بایتون صحبت کنم. و اگر افسردگی دارید همچنین، دیپریشن و انگزایتی هول و تنش، بیخوابی، میتونم کمکتون کنم. یک ویدیوی نشونتون میدم راجبه این که
مردمی که افسرده هستند چگونه زندگی رو میبینن و به شما دارن میگن. اوکی. میگه که من متاسف نیستم برای خودم، احساس تأسف نمی کنم، دیپریشن و اون افسردگی منو من انتخاب نکردم، این از راجب بدنمه، همیشه مثل یه ابریه برای من. و من باید دارو بخورم تا توازنم رو داشته باشم و تفریح نیست. فکر نکنی خیلی خوشم و خوبم که بگم افسرده هستم. حضور داره برای من، مثل که شما یه مریضی دارین، ولی برای همیشه طول نمی کشین افسردگی من خوب میشم. دیپرس بودن به این معنی نیست که من خطرناکم، معتادم و یا خودکشی دارم میکنم و من نمیخوام شما را آسیب بزنم. و فقط به خاطر اینکه من افسردم معنا نمیده که من شما را افسرده میکنم. من دارم سخت تلاش میکنم و نمیخوام خجالت بکشم برای این افسردگیم، برای این حالم. و این افسردگی من نیستم، بیماریمه که شما میبینید. من یک آدم واقعی و درست و خوبی هستم. من شکسته و خراب و فاسد و خطرناک نیستم. من مسئولیت زندگی خودم رو میگیرم، جاست مثل این که شما مسئولیت زندگی خودتون رو. و من میخوام با شما صحبت کنم راجب افسردگیم و شما راجب سرماخوردگی و پشت‌درد و کمردردت صحبت میکنی. بعضی وقتا وقتی یه نفر میفهمه با من افسردم، صحبت کردن با او خیلی خوبه، حالم بهتر میشه. و بله دقیقاً، thank you very much، دقیقاً همینه که فکر نکنید که کسانی که افسرده هستند، کسانی که افسرده هستند یک بیماری غیر معالجه دارن و عملی نیست و کاری نمیتونن بکنن. موضوع اینه که همه ما میتونیم افسردگی داشته باشیم، آدمهای اطراف شما میتونن افسردگی داشته باشن، ولی آدمهایی نیستن که شما بخواید ترکشون کنید. فقط بدونید میتونه یه مدتی بیاد و میتونه بعدن بره. هیچ وقت نگید من افسرده هستم. زمانی که شما میگید من هستم یعنی همیشه هستم. نه، من افسردگی دارم، یعنی من تو دستم هست این افسردگی، ولی ممکنه بعدن نباشه و بعدن از بین بره. بنابراین یک چیز همیشگی نیستش که شما بخواید فکر کنید که من همیشه افسرده هستم. فقط یادتون باشه که چگونه با این افراد که این بیماری رو دارن شما برخورد کنید، چجوری متوجه بشید که خب اینها هم این بیماری رو دارن و شما میتونید کمکشون کنید، شما میتونید راهی باشید برای اونها. مثل که خطا روشنه. بله؟ الو؟ خانم دکتر سلام. بله بله، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، تشکر خانم دکتر. من با اینکه هم زن دارم، هم بچه دارم، هم چیز دارم، ولی یه حالت تکلی و افسردگی برام تازگی پیدا شده. خودم دارم فکر میکنم که دارم افسرده میشم. مرتب با خودم صحبت میکنم، با خود خاطرات گذشتم رو یادم میارم، چی بودم، حالا چطور شده. این یه حالت چیزه. من چجوری میتونم اینو با شما تماس بگیرم و چیز بکنم که ببینم؟ خواهش میکنم. من شنیدم شما بهترین، یکی از بهترین روانشناسای این لس آنجلسی هستید. خواهش میکنم گفتم با شما صحبت. من اتفاقا همه الان که تلویزیون رو واکردم دیدم شما دارید صحبت میکنید، گفتم بذار یه درد دل با شما کوچیکی کرده باشم و بعد بتونم بیام، چون خودم احساس میکنم دارم افسردگی پیدا میکنم. چجوری احساس میکنین؟ چجوری میشه؟ آخه نشستن و با خودت حرف زدن و خاطرات گذشته رو به جا آوردن و نمیدونم، مثلا تو ماشین نشستم دارم میرم همش با خودم حرف میزنم. حرفایی که میزنین معمولا حرفای سرزنشباره، حرفای بده، حرفای چیه؟ کاری که کردم، اگر کار بد کردم خودم سرزنش میکنم،
کار خوب کردم میگم چرا به من از همون تقدیر نکردن، چرا به این چیز نگفتن، یکی همینجوری با خودم همینجوری صحبت میکنم مرتب. بله من مثل سابق بود، آدم همه فکر میکنن داری با تلفن حرف میزنی. بله سابق میگفتن دیوونه شده داره با خودش حرف میزنه. من چند تا علامت ازتون میپرسم. Dear Alf, could you fix the monitor please? Okay. زمانی که شما با خودتون صحبت میکنید مرتب میتونه ریشش انگزایتی باشه و repetitive thought، افکار تکراری منفی که شما مرتب دارید، اون میتونه از اونجا سرچشمه بگیره. بنابراین نمیتونه فقط افسردگی باشه، ولی زمانی که و اون وسواس میتونه باشه و ریشش هم انگزایتیه، ولی زمانی که آدم ها تحملشون رو از دست میدن، دیگه صبر و تحمل برای کسی ندارم، دیگه به آینده امیدواری ندارم، یعنی حالت خودکشی دارم اصلا، خب این خیلی وحشتناکه که شما ندارین، درسته؟ نه من نه. چیز خودکشی نه، ولی از مردنم نمیترسم. اوکی خب اون از روح پاکتونه و حتما اون از روح پاکتونه و اینکه خالصید و فکر میکنید خب ما میاییم و توشه زندگی رو جمع میکنیم و یک تجربه های میگیریم و قراره بریم، از اینکه ترس ندارید شجاعید و خیلی هم خوب، مرگ ترس نداره. بعد با آینده امیدواری دارید؟ نه واقعا نزیاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم خب آینده دیگه، چون سنم یه خود بالا، آینده دیگه وجود نداره، یعنی راجبش فکر نمی کنم. زیاد فکر نمی کنی؟ به خودم بقبولنم که من به این زیاد نخواهم مرد. به خودتون بقبولنین که چی؟ به این زودی نمی میرم. خب یعنی خوبه؟ سعی می کنم مثبت فکر کنم. خوبه؟ خوبه. خودتون رو چرا شما احساس گناه میکنید و میگید این کاره خوبه کردم، چرا مردم به من نمیگن کردیم؟ آیا شما بهتون گفتن مهر طلبید و نیاز دارید کسی مرتب به شما بگه کار خوبی کردی، این کاره کردی، اون کاره کردی، یا خودت از کار خودت راضی هستی؟ دیگه به وقتی که آدم مثلا یه کاری میگن توقع داره که مثلا لاغل ازت قدردانی میرسه، نه اینکه حتی قدردانی که نمیشه چیزی پوهن منطقی هم بهت بدم. خواهش میکنم یه چیزی بنویس عزیز دلم، اینکه من وابسته باشم و انتظار داشته باشم و توقع داشته باشم که کار خوبی که می کنم یک نفر دیگه بیاد بگه به به و چه چه، یعنی من بیچارم، یعنی من بیچارم. یعنی اینکه چیه؟ یعنی وابسته به اون یک نفرم یا به اون نفراتم، حالا میتونه این همسرم باشه، فرزندانم، کارمندم، رئیسم، هر کس، و اگر نگه به به و چه چه من بیچاره میشم. متوجه هستید؟ پس زیر بنای توقع و انتظار خشمه که بعد اون بالای اون میاد عصبانیت و نشان دادن و افسردگی. برای همین من میخوام روی خودتون کار کنید که هر کار خوبی کردید بگید به 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 فبه ها چقدر عالی بود، چه کار خوبی کردی، و اونجاست خودت رو سرزنش نکنی و نخوای کسی ازت قدردانی کنه. اونجا که احساس تقصیر میکنی خودتی که اون احساس تقصیر و گناه رو میکنی و مجازات خودتو میکنی. بنابراین و بعضی وقتا آدم از خودشون هم دیگه متنفر میشن، برای هر اتفاق بدی خودشون رو سرزنش میکنن که چرا یکی از من تعریف نکرد، که چرا یه نفر از من تعریف نکرد، یک نفر به من توجه نداد، قطع امید میکنن و توقع دارن. بنابراین ما میخواییم یاد بگیریم قدرتی تصمیم گیری دست ماست. ما انتخاب میکنیم که چگونه زندگی کنیم. ما انتخاب میکنیم اگر یه چیزی رو از دست دادیم بررسی کنیم چطوری از دست دادیم و چگونه میتونیم بهترمون رو به وجود بیاریم و از کاهی کوه نسازیم که بزرگش کنیم. اریک برن خیلی قشنگ گفته سیاه‌سفید نبینین و یه چیز کوچیکی رو انقدر بزرگ نکنین. وقتی شما این کارا رو میکنید دست به هیچ کاری علاقه ندارید بزنید، خوابتون کم میشه، چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار میشید، از شدت خستگی، در واقع بعضی وقت از شدت خستگی هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، به هیچ چیزی اشتها ندارید، ولی بعد از مدتی میبینید که 6-7 کیلو حدود 14 پوند بیشتر وزن از دست دادید. بعضی آدم هم که دیگه مرتب شروع میکنن
به افتادن و خوابیدن وزنشون اضافه میشه و اونهایی که انقدر نگران سلامت خودشون هستن بعد از مدتی دست به هیچ کاری نمیتونن بزنن. بنابراین تمام چیزایی که داره اتفاق میفته واکنش‌های ما نسبت به موضوعهای متفاوته و ماییم که باید یه کاری راجع به این موضوع بکنیم. اگر ما خودمون کاری نکنیم و تفکر همه یا هیچ سیاه‌سفید دیدن رو بیاندازیم دور، تصمیم یعنی تعمیم مبالغ آمیز و تصمیمای مبالغ آمیز میگیریم و یک حادثه منفی فقط یک حادثه منفی رو یک شکست میبینیم و فیلتر ذهنی قسمت دیگه همین برنامه است. اگر شما یک قطره جوهر رو داخل یک دونه پارچه آب بریزید، یک لیوان آب بریزید، نگاه میکنید که اون قطره جوهر تمام این لیوان رو چیکار کرده؟ آبی کرده. بنابراین شما دارید، فیلتر ذهنی شما داره همه رو آبی میبینه. شمایید که ذهنتون رو فیلتر میگذارید، این خوبه، این بده، این منفیه، این مثبته، این عملیه، این غیر عملیه، این مناسبه، این مناسب نیست. بنابراین به امور مثبت شما توجه نمی کنین و یک باور منفی شتاب زده که نتیجه گیری تصمیمات شتاب زده شماست بر می دارید. اریک برن خیلی قشنگ گفته به غیر از اینها ذهن خانیه. ما بدون دلیل ذهن مردم رو میخونیم و فکر میکنیم اینو گفتن. فقط این ذهن خانی برای دیگرانه، فقط این فکر ماست. و بعد قسمت بعدی اشتباه پیشگو، پیشبینی های بدبینی میکنیم، این پیشبینی من اینه، درشت بینی میکنیم، بزرگش میکنیم یا ریز بینی میکنیم، یه چیز خوبی رو که داریم راجع به زندگیمون که خیلی هم عالیه بی تفاوت میبینیم، کوچیک میبینیم، یا مبالغه بیش از حد میکنیم. و یعنی با این دوربین چشمی خودمون که فیلتر هم داره، رنگ هم زدیم برای خودمون، استدلال های احساسی زیادی برای خودمون به وجود میاریم. چون احساس میکنم اینه، حتما همینه، حتما باید همین باشه. خب وقتی که من اینجوری احساس میکنم در رابطه با یک نفر که جواب تلفن منو نداد، با من حرف نزد، روشو کرد اونور نگاه نکرد، احساس گناه میکنم. احساس گناه میکنم، یک برچسبی به خودم میزنم، برچسب اشتباه، اینکه من بازنده هستم، من آدم خوبی نیستم، من آدم تنبلی هستم. و در واقع تمام موضوعهایی که دور و بر ما اختلاف اتفاق میفته رو به خودمون میگیریم و مهمترین شخصی سازیه، شخصی سازی، take it personal، و میگیم راجع به من هست. خب خطا رو جواب میدم. اگر زنگ زده باشید برای تهیه کتابا به شماره 0912-578-1366 0912-578-1366 زنگ بزنید. من نمیدونستم این خط مال اینجاست یا نه، لطفاً به من خبر بدید. و میخواستم راجع به داروهای مسکن و خواب آور با شما صحبت کنم که این داروها چه کارهایی برای شما انجام میدن و چگونه میتونن شما رو بیمار کنن. گروه اولی که میخوام بهتون بگم که شما استفاده میکنید و اسمش هم خوب نمیدونید، بنزودیازپین ها هستند. بنزودیازپین ها بدترین نوع داروها هستند که میتونن حال شما رو خیلی خراب کنن و شما اصلا متوجه این موضوع نیستید که این داروهایی که شما عادت میکنید میتونه شما رو یعنی دیگه معتادتون بکنه و برای همیشه وابسته باشید. از یه چیز کوچیک شروع میکنید و میرسید به داروهای بزرگتر میرسید. بنابراین میخوام توجه کنید که اینها رو استفاده نکنید. Can we show this part?
Yeah. I still cannot make it large. Anyway, just give me 1 second. Yeah, just 1 second, I'm doing it. این داروهای بنزودیازپین ها خیلی جالب هستند، ظاهرن خیلی خوبن، شما خیلی دوست دارید که استفاده بکنید، ولی نمیدونید که چه بلایی سر شما میاره بعد از یک مدت و معتادتون میکنه و دیگه thank you very much و دیگه اصلا شما چیز ندارید بهش، اثر خوبی روتون نمیگذاره. و این عکس رو من گذاشتم، داروهای مسکن و خواباور چه داروهایی هستن، داروهایی هستن بسیار مضر. Could I make the page larger؟ و اینها بنزودیازپین ها هستند، شایع ترین داروهای آرامش بخش که پزشکان برای رفع استراب به شما میدن و میبینید که اینها بیخوابی شما رو اون موقع خوب میکنن ولی بعدش اصلا خوب نیست. دیازپام ها هستند و تمام این چیزهایی که زیرش پام هستش معمولا میبینید، اینها واقعا مضر هستند. ولی متاسفم که بگم thank you، متاسفم که بگم نه تنها به شما کمک نمی کنن، در واقع همون هفته ها و ماه های اول به شما کمک می کنن و بعدن بسیار مضر هستند و باعث بیماری های کلیوی، بیماری های بدنی. بله میتونید نشون بدین، you can show it. دیازپاکساید ها، لوراسپام ها، اکساسپام ها، کلوناسپام ها و غیره هستند. این پام رو آخرش یادتون باشه، اگر کسی داره مصرف میکنه و به شما میده شما حتما استفاده نکنید. و قسمت دیگه گروه دوم داروهای مسکنی خواب‌آور هستند، باربیتورات ها هستند که با نام های مختلفی چون فنوباربیتال، پنتوباربیتال و غیره هستند، بیتال آخرشه. و گروه اول بیشتر نوجوانان و گروه دوم بیشتر در بزرگسالان مصرف میشه و سوء مصرف میشه. Thank you very much. You don't need to show it. اینها باعث بیماری های تنفسی یعنی به خصوص بنزودیازپام ها و همینچون باربیتورات ها میتونه باعث بیماری های بسیار خطرناک تنفسی بشه. معمولا اینها به صورت قرص، به صورت کپسول، به صورت آمپول هم وجود داره و به صورت تزریقی هم استفاده می کنید. این باربیتورات ها اشکال مختلفی هم هستند که رنگ های مختلف و تزریقیشون که دیگه وحشتناکتر هستش. اثرات مصرفش رو من میخواستم امروز براتون بگم که وقتی شما ساعت اگر 12 شب مصرف کنید 1 و 2 خوابتون میگیره، اگر 9 و 10 مصرف کنید زودتر و گاهی چند ساعت تا 1 روز باقی میمونه. بعد تأثیری که داره روی شما تغییرات رفتاری یا روانی هستش و ممکنه یک سرخوشی مختصر یا حالت معنیک مانیا به شما بده. در بعضی افراد متاسفانه رفتارهای نامناسب جنسی نشون میده که اصلا خوب نیست و پرخاشگری و اختلال قضاوت به وجود میاره. من دیدم، یعنی اون پریفرانتال کورتکس من درست کار نمیکنه و من قضاوت و داوریم درست نیست. گاهی گیجی میده، رخوت میده، خوابالودگی میده، شل شدن عضلات و عدم تعادل. و چنان که شما میخواید یه جوری سرتون گیج میره، یه جوری میخواید بیافتید. بنابراین و همچنین نارسایی قلبی و عروقی که میتونه فوق‌العاده خطرناک باشه. حالا یه چیز بدتری که میخوام بهتون در اینجا بگم، اگر شما اینها رو با مواد مخدر یا الکل یا قرص دیگه استفاده بکنید
باعث افسردگی شما میشه، باعث میگرن و سردردی میشه و باعث ناراحتی گوارش شما میشه و مهمتر از همه که خیلی مهمه بهتون بگم، باعث اختلال حافظه شما میشه. بنابراین شما میخواید کمک بگیرید که اینها رو کمش کنید. اول از همه از این دستگاه کوچیکی هست که قرصا رو تقسیم میکنه، نصف میکنه، از اونا بگیرید، نصفش کنید و بعد از مدت اون نصف هم نصف کنید، ولی با نظر پزشکتون حتما این کار رو بکنید. برای اینکه اگر شما این کار رو بکنید و ندونید چی کار میکنید، عوارض دیگه ای پیش میاد. حتما با پزشکتون صحبت کنید. علائم ترک معمولا بعد از چند روز قطع میشه، ولی بسته به نوع داروست و اینکه شما یک تا چند هفته اینو استفاده یا چند ماه استفاده کردید، ولی علائم کم کم فروکش میشه. حالا این علائم رو دوباره با بقیه علائم براتون میگم که شامل افسردگی، استراب، اختلال خواب، دوباره میگم بی اشتهایی، در مورد بعضی موارد تهوع هستش، فشار خون هستش، کاهش درجه حرارت بدن هستش و همه اینا میتونه برای ترک این برنامه باشه. بنزودیازپین ها و داروهای ضد افسردگی. جونم بفرمایید. الو. سلام. سلام عزیزم، خوب هستین؟ متشکرم. حقیقتش میخواستم بپرسم راجع به چجوری میتونیم افکار مثبت رو در خودمون به وجود بیاریم. به هر حال کسی که افسرده هست میدونه که افکارش منفیه، چجوری میتونه مبارزه کنه با افکار منفی؟ ممنون میشم. بله، نگوش کنید، ما نمیخوایم مبارزه کنیم با افکار منفی. من زمانی که میگم این فکر، مثلا یه فکر رو به من بگین، این فکر تو سر من نیاد، این فکر میخوام تو سر من نیاد، این مرتب میاد، این مرتب میاد، زمانی که من میخوام نیادش، متوجه هستین؟ بله. و نه، نمیخوام باش مبارزه کنم، میخوام چیکار کنم باش؟ یک، میخوام تبدیلش کنیم به مثبت دیگه. آره، قبل از اینکه تبدیلش کنم عزیزم، یک فکر منفی تو به من بگو. شروع میکنی مینویسید این افکار منفی رو، شروع میکنید به نوشتن، من این افکار رو دارم. حالا این افکار، یه صدایی میاد اونجا، این افکار راجب مثلا همسرمه، بچمه، محیطمه، کارمه، اطرافیانمه، اینا رو میتونیم بنویسیم دوی جا؟ بله بله میتونم. مثلا یکی از اون افکار چیه؟ الان رابطه من با مردم دیگه یه خورده مخشوش شده، نمیتونم دوست پیدا کنم، اینطوریه. آیسی، نمیتونم دوست پیدا کنم. رابطه هم با کسانی که داشتم مخشوش شده. آیا شما فکر میکنید شما نمیتونید دوست پیدا کنید؟ و یا اون کسایی که دوستتون بودن رابطه سالم نبوده؟ کدومه؟ چطور شده که با یکیشون قطع کردید؟ فقط یکیشون رو بگین. اینو نمیتونم بفهمم که مشکل از کدوم طرفه. آه، نمیتونین. ولی خب همیشه دوست دارم که از طرف خودم مشکلی نباشه. خودم خیلی قضاوت میکنم. خب این بدترینه. یعنی میخوام مطمئن بشم که توی خط راست هستم. متوجه هستم. خط راست به این معنا این نیست که من چکش نامرئی رو بردارم و بذارم تو سر خودم. خط راست اینه که انسان خوبی باشم، انسان صادق و صالحی باشم، برای کسی بد نخوام، نیکبین باشم، قضاوت نکنم، حسادت نکنم، بدگویی نکنم، غیبت نکنم. شما این کارا رو میکنید؟ بله بله میکنید. و هیچ وقت سعی نکردم یه دوست صمیمی برای خودم پیدا کنم و این یه خورده الان ناراحتتون میکنه. آیا شما اگر دوست سعی کردن که نیست، سعی is trying is failing، اصلا سعی میکنیم که کاری نمیشه، باید انکاری انجام بدیم. یه دوست خیلی خوبی رو که داشتی تا به حال چجوری بوده رابطتون باش؟ رابطم خیلی خوب بوده و الان به طور مثال محیط کاریمو میخوام بگم،
محیط کاری من اینطوریه که همه افراد یه دوست صمیمی، یه پارتنر برای خودشون دارن که حمایتشون کنه، ولی من با همه بچه های گروه دوستم و همه همکاران، منظورم همه دوستم و همه رو یکسان میبینم، برای همه هیچ وقت نتونستم با یکی خیلی رابطه چیز مستقیم و نزدیک یه پارتنر که با من کار کنه پیدا کنم. متوجه هستم. پارتنر به عنوان یک مرد دارین میگین؟ نه نه، همکار. همکار، چون در شغل من باید دو نفری کار کنیم. آه آی سی، تیم هستین ولی شما نتونستید یکی نپسندیدید یا نتونستید یا نخواستید یا ترسیدید، اطمینان نداشتید، کدوما بوده؟ یا کاملگرا؟ من ترجیح میدادم با همه دوست باشم چون هیچ کس برای من فرقی نمیکرد. ولی الان به مشکل برخوردم چون میبینم همه گروه، همه همکارا برای خودشون یکی رو دارن که یه دوست حساب، یه پارتنر باشه و یه دوست صمیمی بتونن بهش بگن، با کل اینجا بشه BFF و با کل گروه هم باشن. ولی من دیدم چجوری پشت همدیگه غیبت میکنن و براشون مهم نیست. من هیچ وقت پشت هیچ کس غیبت نمی کنم، هیچ وقت کسی رو قضاوت نمی کنم، با همه دوستم و هیچ وقت هیچ کس برای من فرقی نمی کنه با اون یکی، و سعی میکنم خودم با خودم رو راست باشم و مشکل نداشته باشم. ولی الان فکر میکنم به درد سر افتادم. نه، درد سر نیفتادید. پس چیزی که من متوجه هستم، شما انتخاب کردید آدم صادقی باشید، صالح باشید، منصف باشید و انعطاف پذیری رو فقط بعد روش کار کنیم. انعطاف پذیری رو بنویسین. Surrendering. Surrendering is your word that you have to do. پذیرا بودن، acceptance که شما باید روش کار کنید. همه اینا هستید و خوشتونم نمیاد. حالا اینا خیلی با هم دیگه میرن و میان و به قول معروف فانم دارن و تفریحم دارن و گفتگو هم دارن و جلسه هم دارن، ولی میشنوید که پشت سر هم حرفم میزنن، درسته؟ درست. خب پس شما یه انسان خوبی هستی که متوجه شدی الان. انسان خوب بودن مهم نیست، تو محیط کاری مهم. نه 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 نه، اصلا گوش کن بهتون بگم، اگه غیبت کنی پشت یکی، با یکی دیگه دوست باشی که بتونی پارتنر باشی، بتونی توجه اون رو جلب کنی. دقیقاً. الان به دردسر اینطوری دردسر. دقیقاً. دردسر نیست. اول به خودت بگو من چون دیدم این موارد هست یکم وسواسی شدم برای انتخاب دیگران، یکم وسواس دارم. بنابراین کلمه‌ای که بهتون گفتم انعطاف پذیر و اکسپتنس و سارندر، میدونین اینا رو؟ بله بله. خب چجوری شما میتونی انعطاف پذیر باشی؟ یکی از اونا رو که یکم با دیگران متفاوته یا بیشتر میتونی باش حرف بزنی انتخاب کنی، به عنوان کسی که به اصطلاح قرار تیمی کار کنین دیگه، باش کار کنی. چطوری میتونی انعطاف پذیر تر باشی؟ چجوری میتونی اون شخص رو بپذیری؟ چه کار باید کنی؟ پیش پوشی کنم تو مشکلاتی که داشته و توی چیز منفی که برای من داشته. آه. برای میتونم بکنم، ولی چند دفعه دیدم که میخوان از من سوء استفاده کنه. خب چقدر خوب، چقدر خوب که دارین میبینین، بنویسین اینا رو. دارم میبینم میخوان از من سوء استفاده کنم. وقتی من دارم میبینم میخوان ازم سوء استفاده کنم، مواظبم. وقتی نمیبینم و نمیدونم، بیگدار به آب میزنم. بنابراین با همون شخصی که فکر میکنین که این عیبا رو داره ولی هنوز میتونید داد و ستد کنید، معاشرت کنید، معاشرت رو داشته باشید و از کاملگرایی و کامل بودن بیایید کنار، از دور، از وسواس هم بیایید دور و باشی رابطه ایجاد کنید، ولی در واقع مواظب باشید که سوء استفاده از شما نشه، ولی بدبین نشید. گاهی بهتون گفتن شما یکم بدبینی یا خودت فکر کردی که چقدر شک میکنم یه جوری هم؟ اینو مطمئنم که وسواس دارم، سعی میکنم نداشته باشم، شاید همین وسواس باشه که باعث شده. از کجا میدونی وسواس داری؟ چه جوری میشه؟ چون دوست دارم همه چیز خیلی پرفکت باشه و سعی تلاش میکنم خیلی برای حتی محیط اطراف یا افکارم. دقیقا. همه چیز رو کنترل میکنم و فکر میکنم اینطوری همه چیز ارگانایز تر باشه. خیلی هم قشنگ داری میگی، خیلی هم زیبا داری گزارش میدی، اصلا حالتو میدونی، فقط نمیدونی چی کار کنی.
قبول دارین؟ که بعد تازگی ها خیلی خیلی مسائل منفی رو انگار جذب میکنم. خیلی مثلا نامه‌ای برای جایی فرستادم، بعد بهش فکر کردم نکنه یه دفعه نرسه به دست طرف و همینطور شده، طرف دریافت نکرده. بعد الان تو همین ماه من 3 مورد دارم که به درد سر افتادم اینطوری. بعد خودم الان فکر کردم که شاید افکار منفی رو دارم جذب میکنم که خودم رو به درد سر انداختم. خب ما جبردایز میکنیم خودمونو یه جوری، ولی آیا از لحاظ، چون زیربناش من استراب و وسواس میبینم عزیزم و کامل بودن، برای همینم با اینا نمیتونی رابطه داشته باشی، دیگه جز اونا نیستی، از لحاظ انسان بودن و مورال بودن بالاتر هستی، متوجه هستی، ولی از لحاظ ترسات و انعطاف پذیر نبودن و وسواس بودن و وسواسی بودن و بدبین بودن قرار رو خودت کار کنی. اول سوال من اینه که آیا اون 3 چیزی رو که پست کردی دقیقا بررسی کردی، متوجه شدی که اشتباه میکنی یا نمیکنی؟ آره دقیقا رعایت کردم اینو. بعد با خودم فکر کردم که نکنه یکی بیاد، چون که اون پست درش بازه، و فکر کردم که کسی بیاد ورداره نامه رو. و همینطور هم شده، چون که الان جواب دریافت نکردم و باید پیگیری کنم. 3 مورد الان این ماه دارم که به دردست دادم، فقط بخاطر این که وقتی کاری رو انجام دادم با خودم فکر کردم نکنی دفعه اینطوری بشه، و همونطور شد. البته ما حالا راجع به این فیلم سیکرت و جذب کردن و این داستان ها زیاد هست که یه مقدارش درسته یه مقدارش نیست، ولی چیزی که داره اتفاق میفته میخوام ببینم فقط فکرتون بوده یا اون پست، صندوق پست باز بوده، کدوم بوده؟ فکر میکنم فکر من بوده، که چون به هر حال همه میذارن تو صندوق پست باز، یا اینکه میتونستم اون لحظه خودم رو مجبور کنم اگر نگرانی برای صندوق پست باز، صندوق پست بسته، آفرین، میتونی بری پیدا کنی و بندازید صندوق پست بسته. آفرین. ولی اون لحظه نتونستم خودمو اداره کنم، منش کنم که میفهمم برش دارم از صندوق پست باز ببرم بندازم توی بسته. متوجه هستم. آیا این صندوق پست باز در دفترتونه؟ نه دقیقا صندوق پست باز هست، در خونم هست، صندوق پست بازه. آها بسیار خوب. باید ببینیم زیربناش چیه، باید ببینیم ماجیکی نیستش، یه چیزی هست. فکر می‌کنم افکار منفی باشه، چون که به هر حال به هر چی فکر کنیم بیشتر جذب می‌کنیم. شاید خودم منفی شدم و همه افکار منفی رو جذب می‌کنم. این البته این هستش، ولی اگر شما به این انقدر باور دارید محکم، پس چرا این فرمول رو در رابطه با همکاراتتون همکارانتون استفاده نمی کنید؟ یعنی که اصلا منفیگری رو بگذارید کنار، یه نگاه دیگه ای داشته باشید بهشون، چرا این کار اونجا نمی کنید؟ چرا سعی می کنم ولی نمی دونم، شاید عوض نمیشه موقعیت. چجوری عوض میشه؟ خارج از کنترل شماست؟ اینطوریه. آره باور من اینه که خیلی چیزا خارج از کنترل ما نیست، و تلاشی که ما میکنیم فقط سعی کردن، تراینگ، گفتم تراینگ ایز فیلینگ، یعنی سعی میکنم و نمیشه. خب نمیشه دیگه، من در رابطه به مشکلات زندگی، مسائل هیجانیم، هر چیزی که داره اتفاق میفته تلاشمو کردم، تلاش نکردم، در واقع یه سعی کوچیکی کردم و نتیجه این شد، پس من به جایی نمیرسم. متوجه این؟ ما میخوایم ببینیم که واقعا چیکار راجبش میکنم، راجب نامه که الان دیگه خب قراره که درست و مثبت فکر کنید و جای دیگه بگذارید، ولی راجع به کارتون و همکارانتون قراره پذیرفتن اونها با هر شکل و شرایط و اخلاقی که هستند و ندیدن عیوب اونها. برای اینکه زمانی که ما، این خیلی جالبه بهتون بگم، یه جوری نمیبینیم، یه جوری نمیشنویم، یه جوری بعضی از مسائل رو حس نمیکنیم، حالمون بهتره. من خیلی میترسم الان، فکر میکنم اینا پشت سر منم همین حرفا رو میزنن، چون میشنوم دارن پشت سر همدیگه که با هم دوستن چی میگن، برای همین شاید نمیتونم بهشون نزدیک بشم، نمیدونم. خب حالا پشت سر شما مثلا بگید چی میگن، بدترین چیزی که پشت سر شما میگن ایناست، به من بگین. میگن روانیه. روانیه؟
دیوونه است. حالا من یه دقیقه وقت دارم، حالش بده. خب بعدش چی میشه بگم؟ چی میشه بعدش؟ چی میشه؟ چیزی نمیشه. هیچی نمیشه. هیچی نمیشه. آدم ها میتونن هر چیزی که دلشون میخواد پشت سر ما بگن. متوجه هستید؟ آدم ها هر چیزی که دلشون میخواد میتونن پشت سر ما بگن، ولی در نتیجه هیچی نمیشه. هیچی نمیشه جز توی اون سازمان راجب خودشون بدبین میشن. اوکی عزیزم؟ بله درست. شما برید جلو، وقت ما تموم شده. شما برید جلو با همت و اراده. فرمول میخواستم بهم یاد بدید. فرمول شما اینه که کنترل نکن، کنترل نکن، انعطاف پذیر باش، بپذیرشون، بدبین نباش، نیکبین باش. بگو خوبن، چون شما عیب داری، اون عیب داره، همه عیب داریم. بپذیر هست همچی که هست و میپذیرم و با ایشون شروع میکنم مثل خودشون سر دوستی داشتن و اینقدر نکته بین و ریز بین و حساس و بدبین و پرانویا نخواهم بود. شما چند جلسه مشاوره و EMDR خیلی کمکت میکنه عزیزم. ممنونم از وقت. خواهش میکنم. اینا رو بنویس. خدا نگهدار. خب قدردانتون هستیم. هر سه شنبه گروه بانوان رو داریم در بالای آفیس ما در 18345 ونچورا بولوارد، اتاق 505، سالن نمایشات چالد فاندیشن بنیاد کودک. و دومین چهارشنبه ماه حتما نتورکینگ گروپ رو داریم که تشریف بیارید. 18344-6818 پرو فامیلی گروپ هم آخرین شنبه ماه. و خدا نگهدار. با سلام، من دکتر شیرین نوروی، خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی، با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند، امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nouravi.com مراجعه فرمایید. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.